سرخط خبرها. سفر غافلگیرانه فامیو به منطقه جنگی اوکراین. بمب افکن مخوف روسیه روی دریای ژاپن. پوتین: آماده ایم به جای شرکت‌های غربی از چینی‌ها استفاده کنیم. هشدار ناتو به چین درباره ارسال سلاح به روسیه. و استولتنبرگ: عضویت اوکراین در ناتو در آینده نزدیک رخ نخواهد داد. سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی، به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. سفر غافلگیرانه فومیو به منطقه جنگی اوکراین. فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن با سفر غافلگیرانه‌اش به منطقه جنگی فعال، وفاداری غیرمعمول و فعالانه کشورش به اوکراین را برجسته و زمینه را برای نمایش دیپلماسی رقابتی دو همسایه شرق آسیا به نمایش گذاشت. در حالی که شی جینگ پینگ برای دومین روز متوالی با همتای روس خود در مسکو رایزنی دارد، نخست وزیر ژاپن با هدف حمایت از اوکراین در برابر حملات روسیه در جریان یک سفر اعلام نشده عازم کیه شد. به نوشته نیویورک تایمز، فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن با سفر غافلگیرانه‌اش به منطقه جنگی فعال، وفاداری غیرمعمول و فعالانه کشورش به اوکراین را برجسته و زمینه را برای نمایش دیپلماسی رقابتی دو همسایه شرق آسیا به نمایش گذاشت. شی و پوتین هر دو از مخالفان نظم جهانی تحت سلطه ایالات متحده و متحدانش از جمله ژاپن هستند. وزارت امور خارجه چین در واکنش به سفر کیشیدا گفت که ژاپن باید رویکرد معکوسی را طی می‌کرد و زمینه‌ساز کاهش تنش‌ها می‌شد. کیشیدا اولین نخست وزیر ژاپن است که از پایان جنگ جهانی دوم به یک منطقه جنگی سفر می‌کند. رئیس جمهور اوکراین ژانویه گذشته در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر ژاپن از وی برای سفر به کیف دعوت کرده بود. بمب افکن مخوف روسیه روی دریای ژاپن. همزمان با ورود نخست وزیر ژاپن به کیف برای ملاقات با زلنسکی، دو فروند جنگنده غول‌پیکر با توان حمل موشک‌های اتمی روسیه بر فراز دریای ژاپن به پرواز درآمد تا خبرش در صدر اخبار رسانه‌های دنیا قرار بگیرد. بر اساس نوشته سایت توپولوف، جنگنده موشک‌انداز استراتژیک TU-95MC حامل موشک‌های کروز راهبردی با برد بلند است که مدل توسعه داده شده از هواپیمای TU-95 است. این سریع‌ترین هواپیمای حامل موشک توربوپراپ جهان است. پوتین: آماده ایم به جای شرکت‌های غربی از چینی‌ها استفاده کنیم. دومین دور از نشست مشترک ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با شی جینگ پینگ، همتای چینی خود در کرملین با حضور خبرنگاران برگزار شد. رئیس جمهور روسیه در این نشست مشترک گفت: تمام نیازهای بخش انرژی چین را تأمین خواهیم کرد. به دوران جدیدی از روابط با چین وارد می‌شویم. در دیدارهایمان جنبه‌های عملی همکاری در زمینه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ولادیمیر پوتین در این نشست گفت: مبادلات تجاری با چین 30% افزایش می‌یابد و فرصت برای پروژه‌های مشترک به ارزش 130 میلیارد دلار وجود دارد. روسیه تمام نیازهای اقتصاد چین در زمینه انرژی را تأمین خواهد کرد. پوتین در ادامه افزود: روسیه همه چیزهایی را که اقتصاد چین در زمینه انرژی به آن نیاز دارد، از جمله انرژی هسته‌ای تأمین می‌کند. حدود 1/3 روابط تجاری ما با چین با استفاده از ارزهای ملی انجام می‌شود. این مقام روسیه خاطر نشان کرد: ما حاضرین به جای شرکت‌های غربی که کشورمان را ترک کرده‌اند، کار شرکت‌های چینی در روسیه را تسهیل کنیم. مسکو از استفاده از یوان چین برای تسویه حساب تجاری با کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین حمایت می‌کند. از سوی دیگر، شی جینگ پینگ، رئیس جمهور چین، در این دیدار گفت: ما برای بروزرسانی و توسعه اهداف مشارکت کامل با روسیه تا سال 2030 کار می‌کنیم. رئیس جمهور چین ادامه داد: مطمئنم که همکاری‌های چند جانبه فیمابین در راستای تأمین منافع مردم دو کشور تقویت خواهد شد. روابط مسکو پکن در مسیر توسعه در حرکت است. آماده همکاری با شما هستم تا طرحی را برای توسعه روابط و تقویت هماهنگی بین دو کشور ترسیم کنیم. هشدار ناتو به چین درباره ارسال سلاح به روسیه. همزمان با رایزنی سران چین و روسیه در شهر مسکو، پایتخت روسیه، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ائتلاف ناتو، به چین نسبت به ارسال تسلیحات مرگبار به روسیه هشدار داد. استولتنبرگ گفت: ما هیچ مدرکی مبنی بر اینکه چین تسلیحات مرگبار به روسیه تحویل می‌دهد ندیده‌ایم، اما نشانه‌هایی داریم که نشان می‌دهد این درخواست از سوی روسیه بوده و این موضوعی است که توسط مقامات چینی در نظر گرفته شده است. دبیرکل ناتو ادامه داد: چین نباید به روسیه کمک‌های تسلیحاتی مرگبار ارائه کند. این به معنای حمایت از یک جنگ غیرقانونی است.
استولتنبرگ عضویت اوکراین در ناتو در آینده نزدیک رخ نخواهد داد. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو امروز در جریان سفر به کشور فنلاند مدعی شد که اگرچه از عضویت کیف در این ائتلاف نظامی استقبال می شود، اما محقق شدن آن در آینده نزدیک رخ نخواهد داد. چون اولویت کنونی حصول اطمینان از پیروزی اوکراین به عنوان یک حاکمیت و کشور مستقل است. دبیر کل ناتو در این خصوص ادامه داد: ما در حال کار برای تضمین ادامه حمایت نظامی از اوکراین هستیم. پوتین رئیس جمهور روسیه اروپا را متفاوت می‌خواهد و حتی اگر فردا جنگ نیز تمام شود، وضعیت امنیتی برای همیشه تغییر کرده است. دنیای امروز ما خطرناک‌تر از هر زمان دیگری از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون است و ناتو باید آماده باشد. وی در این باره مدعی شد رئیس جمهور روسیه فکر میکرد که میتواند اتحاد ما را در هم بشکند. ما به حمایت از اوکراین ادامه خواهیم داد. ینس استولتنبرگ اضافه کرد کشورهای ناتو بر سر اهداف جدید در راستای تولید انواع سلاح‌های کلیدی برای اوکراین و اعضای ائتلاف توافق می‌کنند. کشورهای ناتو تاکنون بیش از 70 میلیارد دلار کمک نظامی به اوکراین ارائه کردند. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.